سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژه که داشتیم انجام میدادیم. اینم لینک پروژه تا پایان جلسه قبل که با هم دیگه پیش بریم مثلا پروژمون رو. خب همون که آخر جلسه قبل قولش دادم، میخوام این جلسه بریم سراغ قسمت فیچرز. قسمت فیچر قرار یه همچین شکل و شمایلی داشته باشه. فرضاً مثلا این فرض کن قسمت فیچرز قرار یه مجموعه پست اینجا نمایش بدیم، مثلا فرض کنید به این صورت. مثلا خب میام چیکار میکنم؟ میام دو تا کامپوننت جدید طراحی میکنم. خب دو تا کامپوننت جدید طراحی میکنم، یه کامپوننت من میشه این پسته که بهش میگم مثلا پست آیتم، خب یه کامپوننت من میشه این چیزی، این تمام پست ها داخل یه کامپوننت دیگه قرار میگیرن، بهش میگن پست گرید مثلا، که وظیفش نمایش اون پست هاست. پس قرار دو تا کامپوننت جدید داشته باشیم، یکی میشه پست آیتم، یکی میشه پست گرید. بریم این کار رو با هم انجام بدیم. خب اول میام چیکار میکنم؟ اول میام یه دایرکتوری جدید درست میکنم توی کامپوننت. توی کامپوننت الان من یه دونه هوم پیج دارم، یه لی اوت دارم، درسته؟ یه کامپوننت، یه دایرکتوری جدید درست میکنم به نام پست. تمام این پست آیتم و پست گرید رو میریزم داخل اینجا. پس یه زیر مجموعه خواهد داشت به نام پستش آیتم دات جی اس پست داش گیریت. خب این اضافه رو ببندم، این بالا خیلی شلوغ شد. خب فایل سی اس اس هم اضافه کنم همین الان، پست داش آیتم دات ماژول دات سی اس اس پست داش گیرید بینست. خب این هم فایل آماده است. اجازه بدید من فایلش رو بیارم. پست آیتم و پست گیرید. خب الان توی گیرید هستیم، بریم اول گیرید رو بیارم. این برای گیرید که صرفا یه دیسپلی گرید خالیه با یه سری مشخصات. برای پست آیتم این هم پست آیتم. خب اینو میبندیم دیگه، با این کاری نداریم. میریم سراغ اول پست گرید. خب قبل این پست گرید اول اینو ببندم. خود فیچر رو من درست نکردم، کجا بودش؟ توی فیچر پورس اینجا. این اول درست کنیم. ریتر میکنه یه سیکشن، یه H2 داخلش میزنم علال حساب، و پایین H2 هم قراره اون چیزی که میخوایم رو نمایش بدیم، همون پست گرید. و فعلا حالا بریم سراغ پست گرید. تو باید بیم اینجا کلاس نیم کلاسز دات لیتست. خب این از این باید دیگه کار نداریم. میم سراغ پست گرید. خب اول چیکار میکنم؟ پست آیتم رو داخلش ایمپورت میکنم، چون قراره این تو استفاده کنم ازش. پست آیتم
خب فایل CSS رو ایمپورت کنیم. حتی اشتباه رفتم پست کلید باید برم. اوکی پست کلید یه پراس به عنوان ورودی خواهد داشت، جلوتر میگم چیه. پست گیرید قرار یه مجموعه پست رو به نمایش بده، درسته؟ پس به عنوان ورودی یا پراپسش قرار یه مجموعه پست بگیره. میام اینجا دی اکستراکچرش میکنم. که راحت تر دیگه ننویسم props dot posts، دی اکستراکچر میکنم که راحت تر بشم. ریترن میکنه یه دونه ul که داخل ul میام روی اون پستایی که به عنوان ورودی گرفته یه مپ میزنم، به ازای هر پست ریترن میکنم یه دونه پست آیتم. پس به ازای هر پست یه پست آیتم ریترن میکنم. یه کلاسم به این میدم، خب این از این دیگه با این کاری نداریم. البته پراپس بعد اینجا به این پست بعد به این پاس بدم. با این دیگه کاری نداریم، مثل پست آیتم. چون لینک لازم خواهیم داشت این ایمپورت میکنم. CSS شو ایمپورت کنم. و ریترن میکنم یه دونه ال آی ریترن میکنه، داخلش یه دونه لینک، چون قرار داخل لینک من یه مجموعه داده رو نمایش بدم. یا تو ماشه جلسه قبل گفتم توی لینک هر چیزی غیر تکست بذارید کار نمیکنه، پس یه تگ ای میذارم که مشکلم حل بشه. خب یه دونه دیو میذارم اینجا، ایمیج رو میذارم. پس طبیعتا باید ایمیج رو هم ایمپورت کنم. بعد از این دیوه میام بیرون، یه دیوه دیگه میذارم، یه دونه H3 میذارم. حالا میگم داخلش چی میخوایم بنویسیم بعدا. یه دونه تایم، تگ تایم رو تشخیص نداد. بعد یه دونه پاراگراف و فکر کنم همین کافی باشه. خب CSS هاشم بدم من به این LI. پست لینک رو کاری نداریم. این دیوه بالا عکس بعد این یکی دیوه. کانتنت خب همه چی اوکیه. کامپوند پست آیتم یه پست رو به عنوان ورودی قبول میکرد، درسته؟ پس اینجا یه پراپس خواهیم داشت. پراپس رو میام دی اکستراکچر میکنم. کانست یه تایتل داخلش هست اون پسته، یه دونه ایمیج داخلش هست، یه چیزی اینا اکسرپت،
یه دیتا، یه دم اسلاک پراپس داد پست، خب که بتونم راحت تر ازش استفاده کنم. بعد میام اینجا، اینجا چیو نمایش میدم؟ تایتل رو. خب بعد بله دیت، دیتی که به عنوان ورودی میگیرم و میخوام فرمتش رو درست بکنم بعد نمایش بدم، یعنی همینجوری عادی نمایشش نمیخوام بدم. میام چیکار میکنم؟ این بعد از این کانس اسمش رو میذارم فور method مثلا date new date، date رو به عنوان ورودی قبول میکنه. dot to local string با فرمت enus نمایش میدمش که یه دی خواهد داشت نومریک، یه مانف لانگ و یه دونه سال نومریک. کلا اینجوری شد. بعد میام اینو اینجا نمایش میدم. پیست. خب بعد یه چیز داریم، یکی دیگه داریم، اینو داریم. این دیتا چرا به عنوان دیتا نوشتم؟ درست. بعد اینو اینجا نمایش میدیم پاراگراف. خب بریم سراغ عکسمون. عکسمون یه کوچولو کار داره. عکس ما یه سورس داره، یه ارت داره، یه وید داره، یه هیت. درسته؟ اینو میدم 200، اینو میدم 300، این هم همون تایتل رو میزنم. اما برای سورس، سورس رو باید یه حرکتی بزنیم روش. برای سورس خب ما توی ورودی اون تو پراپس یه ایمیج داریم، درسته؟ ترکیبی از اون ایمیج میشه و اسلاک. یعنی اینجا میگم const image path برابر است با یه بکتیک میذارم slash images که میشه اینجا کوش اینها. بعد داخل ایمیجت پس یه دونه دایرکتوری دیگه درست کنید، اسمشو بذارید پست. عکسای معبود پست رو اونجا بذارید پست اسلش. خب اینجاشون قسمت داینامیکشه اسلاگ اسلش اون ایمیجه. تمام. حالا فقط کافیه که اینو بیارید اینجا. تمام. خب فکر کنم کفایت کنه. بریم بیام ادامه جلسه بعدی انجام بدیم. فعلا خدافظ.